دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام. بزرگان، آقای دکتر، با توجه به اجتناب ناپذیر بودن وقوع این اتفاق از منظر آب و هوایی و تبعات اقتصادی آن، به عنوان کارشناس اقتصادی چه راهکارهای علمی برای کاهش خسارت هایی که در اثر این رخدادها بر کره زمین و مردم آن اثر خواهد گذاشت می توانید ارائه دهید؟ بفرمایید. سلام مجدد خدمت رو عرض کنم و خدمت بینندگان و سال نو رو هم گرچه از مشتبهش تبریک عرض کنم. ببینید، بحث گرم شدن به تغییرات اقلیمی همونجوری گفتید بحث ناگزیری هستش که دچار اون خواهیم شد. اقداماتی که تو نشست های مختلف داره انجام میشه برای مصرف کمتر گاز های گونه، تولید کمتر گاز های گونه خانه ای یا مصرف بهینه آب یا جلوگیری از کاهش فضای سرد و جنگل ها روی زمین، اینا هم مواردی هستش که اینو کند میکنه. حالا در اسنادی هم به استفاده بیشتر از دوچرخه، استفاده نکردن از سوخت‌های فسیلی اشاره شده، این رو کند میکنه. ولی خب ما فرض کنید 2050 رو میذاریم به 2060 به 2070، اما اتفاق خواهد افتاد در آینده جهان اتفاق بسیار دهشتناکی هستش. خب بخش های بزرگی از آفریقا، علل خصوص آسیای جنوبی شرقی ما توش قرار داریم و آمریکای لاتین در صدر تاثیرپذیری از تغییرات اقلیمی قرار دارن و اون چیزی هم که خب تو گزارش نیچر ارائه شده شکل که حسابرسی آینده نگرانه از موضوع بوده که خب این آیفک در سال 2022 بودش، یعنی موظف کردش که حوزه‌های مختلف حسابرسی تغییرات اقلیمی، فکر کنم CDSG بودش، این رو براش یک استاندارد تهیه بکنه برای اینکه دولت‌ها بتونن این گزارش رو بدن. حالا از همه اینا که ما بگذاریم، این داستان مرورنامه در اینجا خودش رو نشون میده، خودنمایی میکنه. موش‌ها سیاه‌سپیدی بوته‌های سر چاه رو دارن می‌جوند و کسی که در چاه آویزون هستش و این دو تا بوته دستش گرفته داره به طول و غروب خورشید نگاه میکنه و متوجه نیست چه اتفاقاتی داره میفته. یه اندیشه سالهای قبل شکل به عنوان دهکده جهانی توی این اندیشه این مسئله به نوعی دیده شده بود، دیدگاه اقتصادی اون مطرح شده بود. مواردی رو ما مثل آمایش سرزمین مطرح کردیم و انتظار داریم که از اونها تبعیت بکنیم برای کارهایی که میخوام انجام بدیم. مواردی هستش که در حوزه دولت‌ها و دولت‌های عاقل و تصمیم‌گیرنده‌ای که می‌خواهند از این موضوع نجات پیدا بکنن مد نظر قرار می‌گیره. مالزی، سنگاپور نمونه‌های خوبی از این داستان هستن و ما هم در اصل 50 قانون اساسیمون مواردی رو که اقداماتی رو که متضمن تأمین منافع و آینده ملت ایران رو فراهم بکنه به عنوان یک اصل قرار دادیم. حقوق عامه هستش که باید مد نظر قرار بگیرن. متأسفانه ما دادستان هامون به جای اینکه این مسئله رو در نظر بگیرن بیشتر درگیر منویات حوزه حاکمیت هستن. تو برنامه هفتم اقتصادی هم در ایران بحث حسابرسی زیست محیطی دستگاه های دولتی و حکومتی مد نظر قرار گرفته و مشفق سرمایه‌گذاری سبز رو در نظر گرفته. اما اون چیزی که واقعیت هستش اینه که ما غافل هستیم از حوزه اقتصادی موضوع و اینی که ما ناگزیریم به این سمت سو حرکت کنیم و این اتفاقات میفته. یعنی حالتهای بسیار بدی که ما شاید بگیم صحنه‌های آخر زمانی ایجاد بکنه، بسیاری از مردم مجبور مهاجرت کنن، زمین‌های سوخته، زمین‌های خشک و این درآمد مردم رو کاهش میده، بیکاری و گرسنگی و سوء تغذیه رو افزایش خواهد داد. خب میتوان اینها رو با برنامه‌ریزی خوب با حرکت در یک طرح در جهت یک طرح تعیین شده آماش سرزمین به اون سمت سوی برش و مناطقی که خب ناگزیر خوش خواهند شد برن در حوزه‌های دیگه فعالیت کنن، بشوند بازارها، بشوند حوزه‌های صنعتی تولیدی که حالا آب لازم نداره و این اتفاقات رو برای 40-50 سال آینده برنامه ریزی بکنیم و از این تأثیرات نابسامان نجات پیدا بکنیم. خب این تنها راه هست که در حوزه
اقتصادی که البته کاربردی ترین و موثرترین هستش میتوانیم ما با تغییرات اقلیمی مقابله بکنیم. و متاسفانه بیشتر رویکرد نشست‌های جهانی در پول کردن این جریان هستش. مثلا چین، روسیه، خود کشور ایران در این زمینه حرفای خوبی میزنن ولی متاسفانه اقداماتی نمی‌کنن. حالا چین قرار سرزنگار انرژی سبز در جهان باشه ولی در حال حاضر بیشتر مصرف کننده زغال سنگ و بیشتر تولید کننده گازهای گلخانه هستش. بلذا اون تصمیم اقتصادی و اراده اقتصادی هنوز پررنگ نشده. متاسفانه تمام مردم دنیا و خصوص ما توی کشوری مثل ایران عادت کردیم تا به بحران نرسیم تصمیم درستی رو نگیریم که میتواند غیر قابل انجام باشه این تصمیم در اون مرحله. بله، تشکر از همراهیتون. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری که از تهران با ما همراه بودند.